نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن از دستیابی طرفهای درگیر به مجموعی از اقدامات از جمله اجرای آتش‌بس در سراسر یمن خبر داد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. یمنی ها از تلاش های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور پس از متعهد شدن طرف های متخاصم به برداشتن گام هایی برای آتش بس استقبال کردند. فقیرترین کشور شبه جزیره عربستان از زمانی که حوثی های برخوردار از حمایت ایران در 2014 صنعا را تصرف کردند با درگیری تمام عیاری روبرو شد. کمی پس از آن عربستان سعودی نیز با متحدانش به حمایت از دولت سابق یمن پرداختند. احمد ناجی تحلیلگر ارشد اندیشکده گروه بین الملل بحران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که سازمان ملل نقش اصلی را در این روند ایفا خواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که بیانیه مزبور نشاندهنده پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات در ماه‌های گذشته است. هانس گراندبرگ فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در یمن روز گذشته از توافق و دستیابی طرف‌های درگیر در یمن به مجموعه اقداماتی که شامل اجرای آتش‌بس در کل این کشور است استقبال کرد. در بیانیه دفتر فرستاده سازمان ملل متحد آمد که این اقدامات همچنین شامل آماده سازی برای از سرگیری یک فرایند سیاسی جامع زیر نظارت سازمان ملل است. این بیانیه به نقل از نماینده سازمان ملل اعلام کرد 30 میلیون یمنی نظاره‌گر و منتظر این فرصت جدید هستند تا به نتایج ملموس و پیشرفت در راستای صلح پایدار دست یابند. طرفین گام مهمی برداشتند. تعهد آنها پیش از هر چیز تعهد به مردم یمن برای حرکت به سوی آینده و برآورده کردن مطالباتشان است. بسیاری از تحلیلگران ضمن ابراز نگرانی از به نتیجه رسیدن این توافق نسبت به برنامه‌های ریاض برای کاهش نقش نظامی بدبین هستند و بعید می‌دانند که سیاست‌های عربستان سعودی در آینده بتواند برای یمن صلح به ارمغان بیاورد، چرا که در امتداد خطوط مذهبی، منطقه‌ای و سیاسی میان آنها و یمن عمیقاً شکاف وجود دارد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. سید احمد شمس فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. آقای شمس سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. زنده باشید. آقای شمس، چه افراد و سازمانها و کشورهایی در نتیجه بخش شدن اجرای این آتش‌بس سهم عمده‌ای داشتند؟ بفرمایید. خب اگر بخوایم به نقش افراد بپردازیم، مهمترین شخصی که در این زمینه تونسته نقش مهمی ایفا کنه شخص دبیر کل سازمان ملل هست که انصافا نقش مثبت ایشون چه در بحران یمن و چه در بحران غزه و کلن بحرانهای منطقه‌ای و جهانی ستودنی هستش. علاوه اگر بخوایم به سازمانها اشاره بکنیم، در طی همین ماه‌های اخیر سازمان‌های متعددی از وضعیت بقرنج مردم یمن در زمینه‌های مختلف گزارش‌های متعددی تهیه کرده بودند. شبکه سیستم‌های هشدار قطعی زودهنگام چندی پیش گزارشی از وضعیت اسفبار مردم یمن ارائه داده بود. 22 سازمان حقوق بشر طی همین ماه‌های اخیر خواستار راه حل سریع برای ارسال کمک‌های غذایی به یمن شده بودند. سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی در گزارش از وضعیت بقرنج بهداشت و ابتلای بسیاری از کودکان این کشور به حسبه و برخی از بیماری‌هایی که نیاز به پیگیری جدی داره اشاره کرده بود و همچنین برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد هم از وضعیت نابسامان غذایی در یمن اعلام شکایت کرده بود و به دلیل کاهش بودجه اعلام کرده بود که توانایی این که بتونه مردم یمن رو یاری بکنه نخواهد داشت. خب اگر بخوایم به کشورها هم اشاره بکنیم، قاعدتاً
نقش عمان که در تحولات و در مسائل منطقه‌ای نقش معمولا میانجیگرانه ایفا میکنه نقش مثبتی بوده. همچنین خود عربستان با توجه به برخی از ملاحظات خاص منطقه‌ای صلاح رو در این دیده که این صلح رو بپذیره، و علاوه بر اون نقش ایران به عنوان حامی گروه حوثی ها هم میتونه مؤثر باشه. بله. که در این زمینه تونستن مؤثر باشه. جناب شمس، تا چه حد دو طرف این ماجرا را به پایبند به این آتش بس میبینند؟ ببینید، چون متاسفانه دو طرف نمیتوانن مستقل بیاندیشن و مستقل تصمیم گیری کنن و تصمیم گیری هاشون منوط به هم شرایط منطقه و هم حامی هاشون هست، نمیتوان به پایدار بودن این صلح امیدوار بود. از یک طرف حوثی های یمن درگیر ماجرای اسرائیل هستند و به دلیلی که ایران از اونها حمایت میکنه، گاهی اوقات مجبور هستند بر اساس سیاست هایی که از طرف دولت ایران اعمال میشه و به اونها دیکته میشه عمل کنن. الان پرتاب موشک از سوی حوثی های یمن به سمت اسرائیل و همچنین مسائلی که در دریای سرخ داره رخ میده، خب اینها تاثیرگذار هست. و عربستان هم از اون طرفی به دلیل اینکه میخواد عادی سازی بکنه با اسرائیل، خب قاعدتا پس هرچند الان به دلیل بحران غزه مقدار این قضیه دستخوش توقف شده، اما به هر حال دنبال عادی سازی با بله. اسرائیل است. اما ممکن هست به هر حال این قضیه صورت خوشی به خودش داشته باشه و امیدوار هستیم که تداوم داشته باشه. بله، آیا این امید وجود داره که گشایشی برای مردم یمن و پایان مشکلات چندین ساله آنان پس از اجرای این توافق ایجاد بشه؟ ما امیدمون این هست که این اتفاق بیفته و همونجور که عرض کردم که سازمان‌هایی که نقش داشتن در به ثمر رسوندن این صلح، این پیمان صلح، که از جمله برنامه غذایی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و سایر مراکز بودن، و یمن رو جزو اسفبارترین کشورهایی ذکر کردن که چه از لحاظ بهداشتی و چه در لحاظ غذایی وضعیت نابسامانی دارن. امیدوار هستیم پس از سالها مشکلاتی که معمولا تو درگیری های این چنینی مردم غیر نظامی و بیدفاع رو هدف قرار میده، مردم یمن هم بتوانند امکان یک زندگی عادی براشون فراهم بشه. بله.